سلام عرض میکنم به مردم نازنین ایران زمین. پوریا پاکرو هستم، روانشناس و در خدمتتونم با موضوع وابستگی عاطفی. خب به نظرم میرسه که این موضوع به شدت تاثیرگذار در رابطه عاطفی ما، هر رابطه ای که شروع میشه و به خصوص وقتی با دوست داشتن و عشق زیادی همراه هست، این احتمال هست که دچار بیماری هایی هم بشه. در واقع رابطه هم میتواند بیمار بشود، مثل جسم ما، و ما باید این آسیب ها رو بشناسیم و در موردشون کارهایی انجام بدیم. معمولا به دلیل اون عشق و دوست داشتن فراوان، دو نفر پس از مدتی خیلی به هم نزدیک میشن و همه دنیاشون میشه مال هم و به نوعی دائما به هم فکر میکنن، دائما در حال توجه به همدیگه هستن و میخوان در کنار هم باشن و همه کارها رو با هم انجام بدن. خب این خیلی زیباست، مطمئنا همه ما دوست داریم در رابطه‌مون دست در دست هم یک فضای عاطفی گرم و دوست داشتنی رو تجربه کنیم. اما داستان از جایی شروع میشه که این وابستگی عاطفی، اون آزادی و فضای سالم رابطه رو از بین میبره. در واقع انقدر این دو نفر به هم نزدیک میشن که یک جور چسبندگی عاطفی اتفاق میفته. چسبندگی عاطفی یعنی این که ما اجازه نمیدیم طرف مقابل نفس بکشه و دائما چکش میکنیم، دائما میخوایم با هم باشیم، هیچ کاری رو بدون هم نمیتونیم انجام بدیم و اجازه نفس کشیدن به هم نمیدیم. جالبه بهتون بگم کسایی که دچار این وابستگی عاطفی هستن، بعد از یه مدتی این احساس رو در درونشون تجربه میکنن که دیگه نمیتونم از شدت این همه توجه و زیادی بودن طرف مقابلم نفس بکشم. یک تعبیر زیبایی داره جبران خلیل جبران، میگه که معمولا یک زوج مثل دو ستونن زیر یه سقف. اگه این دو ستون از یه حدی دورتر بشن، طبیعتاً این سقف پایین میاد. اگر از یه حدی هم نزدیکتر بشن، باز این سقف پایین میاد. پس بنابراین ما باید بتونیم این فاصله روانی رو به یه شکل سالم نگه داریم. خب وابستگی ها و رفتارهای وابسته میتونه چیا باشه؟ اینکه ما هیچ تصمیمی رو بدون هم نمیتونیم بگیریم، هیچ جا بدون هم نمیتونیم بریم و حتی باورمون اینه که عشق این است که ما همه جا با هم باشیم، در همه امور در کنار هم باشیم و دائما همدیگر رو با خبر کنیم از هم، مداوم به همدیگه احساس و عشق هدیه کنیم، برای هم هدایای مختلف بخریم و غیره و غیره. شاید این سوال پیش بیاد که یعنی ما نباید این کارا رو انجام بدیم. چرا؟ حتماً. اما موضوع اصلی اینجاست که از حد تعادل وقتی فراتر میریم و این تبدیل میشه به یک سرویس زیادی، توجه زیادی، بعد از این مدتی دیگه ارزشمون رو از دست میدیم. شاید برای کسایی که این تجربه وابستگی رو داشتن پیش آمده باشه که با خودشون فکر میکنن با همه این توجهی که من دادم، چرا پس دیگه طرف مقابل اصلا من رو نمیبینه و اون ارزشمندی و احترام من حفظ نشده در این رابطه. همه اینا به این خاطر هست که ما زیادی این کار کردیم و یک جایی احساس خفگی دادیم به طرف مقابل. گاهی اوقات ما با محبت و توجه زیاد طرف مقابلمون رو خفه میکنیم و بعد از یه مدتی یه جور احساس خشم و خصومت در شکل میگیره و میخواد شروع کنه ما رو به پس زدن و از ما دوری کردن، و رابطه از اینجا در حقیقت میتونه دچار مسئله بشه و عشق به نوعی خشک میشه، تبدیل میشه به یک جور فرار از همدیگه. چون هر انسانی به هر حال نیاز به اون خلوت و اون فضای شخصی خودش هم داره. ما دوتا همسفریم در یک رابطه، دو همسفریم.
و قرار هست که این دو همسفر در عین اینکه با هم هستند، به هم توجه میکنن و سفر زیبایی رو برای هم فراهم میکنن، اما قرار هست لحظاتی رو برای خودشون باشن، خلوت داشته باشن، کتاب بخونن، فیلم ببینن، حتی هر از گاهی با دوستانشون بتونن برنامه‌های شخصی داشته باشن. و وقتی که ما با سرزنش، با این نگاه که تو دیگه منو دوست نداری، دیگه نمیخوای کنار من باشی، و با یک روز، ساعت‌هایی، لحظه‌هایی، با یک سفری که من رفتم، طرف مقابل من بخواد آشفته بشه و همه جا دنبال من بگرده و من رو چک بکنه، این نشانه خوبی نیست. و وابستگی از جایی میاد که ما احساس ناامنی میکنیم، ترس از دست دادن داریم، میترسیم تنها بمونیم، و این احساس ربط داره به کودکی های ما. در واقع بسیاری از مسائل امروزه ما ربط داره به اتفاقاتی که در کودکی برای ما با پدر مادر و به تبع تجربه های زندگی افتاده، و افراد وابسته یه جور استراب جدایی رو تجربه میکنن، انگار مثل یه بچه‌ای که از مامانش دور میمونه و میزنه زیر گریه، انگار همیشه دنبال یه مامان فرضی میگردن. حتی در رابطهشون اون مرد یا اون خانوم براش حکم یک مامان یا بابای ساپورتیو رو داره که انگار باید همیشه باشه تا این فرد احساس امنیت کنه. خب طبیعی است که رابطه ما از اینجا آسیب میبینه و تبدیل میشه به یک در حقیقت رابطه والد و کودکی، که انگار به جای اینکه ما همسر و همراه و دوست هم باشیم، باید از همدیگه این انرژی رو بگیریم. در واقع افراد وابسته انرژیشون رو از طرف مقابل میگیرن، نمیتونن مستقل باشن، نمیتونن یه کارایی رو برای خودشون انجام بدن، نمیتونه یه موقعی تنها باشه و تنهاییش لذت ببره. شاید سوال مهم اینه که حالا راهکار چیه؟ دقیقاً برعکس این وابستگی، این افراد باید وابستگی عاطفی و شخصی رو تجربه کنن. یعنی اینکه شروع کنن با تنهاییشون دوست بشن، با تنهاییشون لذت ببرن، یه کارهایی رو خودشون انجام بدن. اگه تا حالا میخواست بره خرید، حتما باید یکی همراهش میبود، حالا خودش تنهایی بره این کارها رو انجام بده. فضایی رو قرار بدن، فاصله ای رو ایجاد کنن که طرف مقابل نفس بکشه، دلش برای من تنگ بشه، به من فکر کنه، اجازه بدیم یه مقدار رو از من در حقیقت این فاصله رو بگیره و نترسیم که از دستش میدیم. اتفاقا این باعث میشه که ما جذابتر بشیم. اما در موارد خاص حتما خوبه که ما کمک بگیریم از یه مشاور. به هر حال رابطه اگر دوچار این مسائل و بیماری ها میشه قابل ترمیمه. اگر خودمون توانستیم این قدم ها رو برداریم که چه بهتر، اگر نتوانستیم از این مشاور کمک بگیریم. نذاریم رابطه‌مون به نقاطی برسه که خطرناک باشه و دوچار بحران های جدی بشه. به هر حال امیدوارم تونسته باشم کمک کنم. آرزو میکنم که رابطه‌تون رابطه سالمی باشه و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.